الزكاة عندما يخرج المسلم الزكاة ماذا يحصل في ماله؟ زكاة وقتی که مسلمان زکات مال خودش رو اخراج بکنه و پرداخت بکنه چه اتفاقی در مال او خواهد افتاد؟ یزید المال. واقعیت اینه که مال او افزایش پیدا میکنه. هو فی الواقع یخرج الزکا لكن بهذا يكون نماء للمال وزیاده. در ظاهر او بخشی از مال خودش رو به عنوان زکات خارج میکنه ولی واقعیت هم اینه که مال او رشد میکنه بیشتر میشه و شاهد خیر و برکت درش خواهد. و هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. این حقیقتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبرش رو به ما دادند. کلمه زکات واژه زکات یعنی تزکی تنمی هذا المال بدین معناست که این مالش رو تسکیه میکنه، مالش رو پاک میکنه، مالش رو رشد میده. لا احد يريد ان المال الذي لديه ينقص يريد يزيد اذا لابد يخرج الزكاه. هیچ کی دوست نداره که اموالش دچار نقص بشه و کاهش پیدا بکنه، لذا برای اینکه اموالش رشد بکنه و پاک بشه باید زکات مال خودش رو بده. و تسمى كذلك صدقه. ما معنى صدقه؟ نام دیگر زکات صدقه هست. چرا زکات صدقه نامیده میشه؟ لانها تدل على صدق ایمان هذا الذي يخرج للصدقه. زیرا زکات یا صدقه‌ای که شخص پرداخت میکنه بیانگر صدق و راستی او در ایمان هست. صدقه و صدق هم خانواده هستند و صدقه دادن یا زکات دادن بیانگر صدق و راستی شخص در ایمان هست. صادق فی ایمانک در ایمان خودت راستگو هستی، صادق هستی. کیف نعرف این رو چطور تشخیص میدیم؟ نعرف به اخراجک للصدقه عندما تخرج الصدقه هذا معناه انك صادق باذن الله. کسی که ادعا میکنه که ایمان داره برای اینکه در ادعای خودش صادق باشه این رو اینطور تشخیص میدیم که او زکات مال خودش رو خارج میکنه و اینجاست که میفهمیم که او در ادعای خودش در ادعای ایمان صادق هست. تمنع الصدقه الواجب عليك هذا معناه انك كاذب. اما کسی که زکات مال خودش رو نمیده ادعای او در ایمان ادعای دروغی نیست و در میابیم و تشخیص میدیم که او در ادعای ایمان صادق نیست بلکه کاذب و دروغگوست. رکن الثالث من ارکان الایمان زکات رکن سوم از ارکان اسلام هست. و دائما تأتی مع الصلاة و همواره و پیوسته در کنار نماز ذکر شده. الزکا و الصدقه تؤدی الى التکافل اجتماعی زکات و صدقه هم به هم پیوستگی اجتماعی یا همبستگی اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال یکدیگر رو در پی خواهد داشت بدین سان که امت امتی یک پارچه خواهد بود که همدیگر رو درک میکنن و از همدیگر حمایت مالی میکنن. الغنی الان ماذا يريد من الفقیر؟ غنی و ثروتمند الان از فقیر چی میخواد؟ هل يريد ان الفقير ينظر الى المال الغني ثم يقوم بالحسد؟ آیا شخص غنی و ثروتمند توقع داره که انسان فقیر به مال و ثروت او حسادت بورزه؟ فالغني الان اذا اعطى الفقير كسر هذا الامر والغى هذا الامر الحسد وكان بهذا دعاء من الفقير للغني. لذا وقتی که ثروتمند زکات مال خودش رو به فقیر بده این نگرانی رو برطرف میکنه که فرد فقیر به او حسادت بورزه و از حسادت فرد فقیر در امان خواهد ماند و فرد فقیر بلکه برای او دعای خیر خواهد کرد. اذا اردنا ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنا لابد ان نؤدي الزكاه الواجب والله اعلم. لذا اگر میخوایم که الله از ما راضی باشه باید زکات اموال خودمون رو پرداخت بکنیم.